یوکیو آمانو: رژیم ایران دو اقدام عملی بسیار مهم را اجرا نکرده است. این رژیم باید ابهام‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای نظامی را روشن کند و پروتکل الحاقی را اجرا نماید. در جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، هیئت‌های مختلف علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. فراخوان عفو بین‌الملل و افزایش فشار بر رژیم ایران. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه آماده است به سنی‌های عراق آموزش بدهد و آنها را برای جنگ علیه داعش تجهیز کند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین‌المللی ژنرال جان آلن در گفتگو با العربیه بر نقش عشایر سنی عراق در نبرد علیه داعش تاکید کرد. جنرال جان آلن میگوید برای کمک به عشایر سنی کار خواهیم کرد و آنها عامل اصلی در معادله می باشند. آنها را باید مسلح کرد. ما آنها را آموزش خواهیم داد و خواستار تسلیح آنها خواهیم شد. جنرال جان آلن در مورد سوریه هم گفت آمریکا کار می‌کند تا اپوزیسیون میانه روی سوریه بتواند با داعش و رژیم سوریه به طور مساوی مقابله کند. نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی گفت هدف ما حمایت از ارتش آزادی سوریه و تقویت قدرت آن است تا بتواند در مقابل رژیم اسد هم از خود دفاع کند. ارتش آزادی باید در صحنه آنچنان قدرت نظامی داشته باشد که علاوه بر جنگ با داعش بتواند در مقابل رژیم اسد هم از خود دفاع کند. این همان ایده ای است که تلاش می‌کنیم سایر شهروندان سوری را حول هدف اپوزیسیون سوریه و ارتش آزادی جمع کنیم. آنها تنها یک صدای قوی در راه حل سیاسی نیستند، بلکه نقش رهبری کننده دارند. من تکرار می‌کنم که اسد هیچ نقشی در روند سیاسی سوریه نخواهد داشت. به اعتقاد سفیر پیشین آمریکا در عراق، یکی از دلایل ظهور و رشد داعش بیعملی آمریکا در سوریه است. حملات هوایی نتوانستند داعش را در عراق و سوریه متوقف کنند و همچنین نتوانستند جلوی جذب نیرو توسط آن را بگیرند. پس چه چیزی برای این کار لازم است؟ کریستوفر هیل 4 دور سفیر آمریکا بوده است. او در زمان پایان جنگ آمریکا در عراق سفیر ما در این کشور بوده است. از او پرسیدیم داعش هم به یک تهدید بین المللی تبدیل می شود و هم به یک تهدید داخلی. اخیرا هم این موضوع در کانادا مشاهده شد. نظر شما در این باره چیست؟ آیا رهبران غربی دارند اقدامات درستی برای شکست دادن داعش انجام می دهند؟ کریستوفر هیل در پاسخ گفت واضح است که ما باید داعش را شکست بدهیم. هرچه سریعتر آن را عقب برانیم زمینه رشد آن را بیشتر از بین می‌بریم. نباید اینطور تلقی شود که این یک گروه شکست ناپذیر است. چنین چیزی واقعی نیست. داعش محصول خیلی چیزهاست. داعش محصول یک شرایط ویژه است. مثلا در سوریه هیچ کاری انجام نشده است تا معلوم شود که آینده این کشور باید به چه شکلی باشد. یک نوع بی‌عملی وجود دارد. پس بخشی از آن به این خاطر است. این موضوع همچنین به خاطر وجود یک جامعه بسیار شقه شده در عراق است. وجود سنی هایی که علاقه ای به زندگی کردن تحت حاکمیت دولت شیعی ندارند. تلویزیون العربیه روی شکاف در دولت اوباما بر سر سوریه انگشت می‌گذارد و می‌گوید در حالی که اوباما بی‌عملی در سوریه پیشه کرده، وزیر دفاع او خواهان ساقط کردن بشار اسد است. اقر وزیر دفاع آمریکایی چاک هگل بان نظام الاسد قد يستفيد. وزیر دفاع آمریکا چاک هگل اعتراف کرد رژیم اسد از بمباران هوایی آمریکا علیه مواضع بنیادگرایان داعش در شمال سوریه سوء استفاده می‌کند. این اعتراف در حالی است که جامعه جهانی
نگران بمباران شدید اپوزیسیون سوریه توسط رژیم اسد در جنوب و مرکز این کشور است. موضع واشنگتن در قبال اسد حتی در داخل دولت آمریکا با انتقاداتی مواجه شده است. مهمترین انتقاد کننده وزیر دفاع چاک گل می باشد که اعتراف کرد اسد از بمباران های آمریکا علیه بنیادگرایان در سوریه استفاده می کند. چاک گل می گوید ما به یک استراتژی دراز مدت برای کمک به مردم خاورمیانه به منظور تأمین ثبات و امنیت در این منطقه نیازمندیم. انتقاد صریح هیگل از استراتژی کشورش در قبال رژیم اسد اولین انتقاد او نیست. هفته گذشته مقام‌هایی در پنتاگون گفتند چاک هیگل یادداشتی به کاخ سفید فرستاده و خواستار توضیح در مورد موضع واشنگتن درباره اسد شده است. این موضوع را اولین بار نیویورک تایمز فاش کرد. این انتقادات با آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد همخوان است. از شروع حملات ائتلاف در 23 سپتامبر به سوریه رژیم اسد حملاتش علیه مناطق تحت کنترل اپوزیسیون را افزایش داده است. مثلا منطقه جوبر در حومه دمشق شاهد یک حمله بزرگ نظامی و موشکباران بی‌وقفه بوده است. در مناطق جنوب، مرکز و شمال سوریه هم بمباران هواپیماهای اسد مخصوصا در ادلب و حلب متوقف نمی‌شود. این بمباران‌ها که توسط هواپیماهای اسد انجام می‌شود، در 10 روز گذشته بیش از 200 شهروند را کشته است که اغلب آنها کودکان بودند. برخی اوقات جنگنده های اسد مناطق ادلب را بیش از 40 بار در روز بمباران می کنند. این در حالی است که شمار این بمباران ها قبلا 12 تا 20 بار بوده است. به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط سوئد به تنش‌های دیپلماتیک میان این کشور و اسرائیل منجر شد، اما فلسطینی‌ها به شدت استقبال کردند و آن را ستودند. گزارشی از تلویزیون الجزیره. وزیر خارجه سوئد گفت به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورش علاوه بر حل مشکل میان فلسطین و اسرائیل به تلاش‌های جامعه جهانی در محقق شدن صلح جهانی کمک می‌کند. او افزود از طریق جامعه جهانی می‌خواهیم صلح در همه جا برقرار شود. ما نمی‌خواهیم به عقب بازگردیم، بلکه می‌خواهیم به پیش برویم تا در روند صلح خاورمیانه تاثیرگذار باشیم. متعاقباً محمود عباس رئیس دولت فلسطین گفت به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط سوئد یک تصمیم تاریخی است. سخنگوی جنبش فتح این تصمیم سوئد را پیامی به اسرائیل و اعمال این کشور در اشغال مداوم سرزمین‌های فلسطینی دانست. حماس همین عمل را گامی مثبت در راه حمایت از فلسطین دانست. به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط سوئد با وجود فشارهایی که اسرائیل به برخی کشورهای اروپایی آورد صورت گرفت. در 14 اکتبر نیز مجلس عوام انگلستان در یک رأی‌گیری سمبولیک دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. بعد از انگلیس حزب سوسیالیست اسپانیا پیشنهاد به رسمیت شناختن دولت فلسطین را به پارلمان این کشور ارائه داد تا مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. در 13 ماه جاری نیز مجلس سنای ایرلند پیشنهادی را به دولت ارائه داد تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. بنا به گفته دولت فلسطین تا کنون 134 کشور کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. 7 کشور اروپایی چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، رومانی، مالت و قبرس قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. شش شرکت بین المللی کانال سوئز مصر را گسترش می‌دهند. پروژه‌ای بلند پروازانه برای تأمین منافع مردم مصر که توسط عبدالفتاح السیسی در دستور کار قرار گرفته است. دولت مصر با 6 شرکت بین المللی قراردادی را امضا کرد تا کارهای مختلف پروژه کانال جدید سوئز را شروع کنند. در این پروژه کشور امارات متحده عربی جرثقال‌های خود را به کار می‌گیرد و 2 شرکت هلندی و بلژیکی و 1 شرکت آمریکایی در قسمت‌های مختلف دیگر مشغول به کار خواهند شد. رئیس هیئت کانال سوئز گفت این شرکت‌ها کارشان را در هفته جاری شروع خواهند کرد و
ولی در مورد جزئیات مالی این پروژه توضیحی نداد. او گفت آب‌های زیرزمینی در مناطق تحت حفاری بر روی هزینه این پروژه یا زمان آن تأثیر ندارد. قرار است که این کانال در ماه اوت سال آینده به اتمام برسد. چندی پیش بانک مرکزی مصر اعلام کرد با مشارکت سرمایه گذاران و شهروندان مصری 8.5 میلیارد دلار برای پروژه توسعه کانال سوئز جمع‌آوری شده است. بانک‌های مصری طی 8 روز با فروش اوراق قرضه توسط بانک ملی مصر، بانک قاهره و بانک کانال سوئز به این رقم رسیدند. نرخ بهره این اوراق قرضه با سررسید 5 ساله 12% اعلام شده است. درآمد دولت مصر از کانال سوئز در حال حاضر به 5 میلیارد دلار می‌رسد. مقام‌های مصری امیدوارند این درآمد را تا سال 2023 به رقم 13.5 میلیارد دلار برسانند. تلویزیون اورینت گزارشی از موج اعتراضات داخلی و خارجی علیه اسیدپاشی و اعدام ریحانه جباری پخش کرده است. و في شأن الإيرانية دانت منظمات حقوق المرأة والإنسان في سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان با موجی از اعتراضات جهانی اعدام ریحانه جباری توسط رژیم ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که اعدام ریحانه به شدت ناامیدکننده است. یک محقق در این سازمان به نام رها بحرینی گفت اعدام ریحانه همه را تکان داد. برای بسیاری از ایرانی ها و اعضای جامعه جهانی این اقدام تأسف آور است. این رویدادها همزمان با تظاهرات ایرانیان در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر برای اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان بود. روش‌های سرکوبی زنان در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران با هم متفاوت است. این روش‌ها را سازمان‌های حقوق بشری وحشیانه توصیف می‌کنند. جدیدترین روشی که به کار گرفته شده پاشیدن اسید به صورت زنان در شهر قدیمی اصفهان بود که باعث نگرانی و خشم ساکنین شهر شد. در اعتراض به اسید پاشی به صورت زنان و نادیده گرفتن این جنایات توسط مقام‌های رژیم ایران، شهرهای تهران و اصفهان شاهد تظاهرات بزرگی بودند. تظاهر کنندگان شعارهایی در محکومیت این عمل می دادند و خواستار مجازات عاملان این جنایت بودند. تظاهر کنندگان اتهامات را متوجه نیروی انتظامی کردند که اقدامات کافی را اتخاذ نکرده تا متهمی را دستگیر کند. آنان می گویند نیروهای بسیجی و انصار حزب الله در تهاجم به زنان دست دارند. مردم ایران آنها را بنیادگرا توصیف کردند و نام آنها را داعش ایرانی گذاشتند. در تهران یکانهای ویژه پلیس تظاهر کنندگان را در مقابل وزارت کشور مورد تهاجم قرار دادند و آنها را مضروب کردند. در این محل 20 تظاهر کننده دستگیر و عده‌ای از آنها زخمی شدند. نیروی انتظامی در شهر اصفهان به تجمع دیگری حمله کرد. این معترضین در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند ولی نیروی انتظامی با خشونت به آنها حمله کرد و تعدادی از جوانان را با چوب و چماق مضروب کرد. در سالهای اخیر تهاجم با اسید به زنان افزایش داشته است. در مقاله‌ای که در سال 2011 مجله جراح در ایران چاپ کرده، آمار 59 تهاجم با اسید از سال 2001 تا 2010 در کشور به ثبت رسیده که زنان و مردان را هدف قرار داده است. خلال السنوات الاخیره و فی مقال نشرته مجله الجراح فی ایران عام 2001. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای چه زمانی و کجا برگزار می شود؟ چشم‌انداز این مذاکرات چیست؟ شکست هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در نیویورک اختلافات عمیق میان طرف‌های مذاکره را بیش از پیش برملا کرد. حالا که بیش از دو هفته از آن مذاکرات گذشته است، هنوز بر سر محل و زمان دور بعدی مذاکرات وحدت نظر میان رژیم و شش قدرت وجود ندارد. روز ششم آبان جاری، خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه در روز 18 نوامبر برابر با 27 آبان در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. اما بلافاصله خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکره کنندگان گفت زمان و مکان دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه هنوز مشخص نیست. مهمتر از زمان و محل مذاکرات وجود اختلافات جدی در محتوای مذاکرات است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران روز 7 آبان گفت
در هیچ زمینه هیچ توافقی با 5+1 صورت نگرفته است. پیش از او وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا هم گفته بود جنگلی از اختلافات میان رژیم ایران و 5+1 وجود دارد. جدیترین اختلاف بر سر میزان و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم است. حالا باید دید دور بعدی مذاکرات کی و کجا و با چه درجه ای از اختلافات برگزار می شود. اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سمرقند ازبکستان برگزار شد. اینجا شهر سمرقند است. میزبان 99مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری. انتخاب این شهر با بیش از 25 قرن پیشینه تاریخی برای چنین اجلاسی تصادفی نبود. سمرقند چهار راه فرهنگ ها در سال 2001 میلادی به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. 20 سال پیش در همین شهر بود که اعلامیه سمرقند برای گردشگری در مسیر جاده ابریشم به تصویب رسید. رشد گردشگری بین المللی در نیمه اول سال 2014 میلادی 5% بیشتر از پیشبینی ها بوده است. توسعه صنعت گردشگری، آسان‌تر کردن صدور ویزا و کشف راه‌های جدید برای توسعه توریسم از مسائل اصلی در این اجلاس بود. برای ازبکستان، این اجلاس فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری و ارائه جذابیت‌های تاریخی به جامعه و مهمانان بین‌المللی بود. وزیر گردشگری ازبکستان می‌گوید برگزاری این کنفرانس در سمرقند راهی برای جذب گردشگران بیشتر به ازبکستان و به خصوص برای دیدار از سمرقند است. همچنین فرصتی برای آشنایی عمومی از نقش این شهر در زمینه گردشگری و اهمیت آن در پروژه جاده ابریشم بود. در آسیای مرکزی بازار تاریخ خاص خودش را دارد. در بازار سمرقند می توان شیرین ترین نوع هندوانه و انگور را یافت و تنها جایی است که می توان زیباترین کلاه‌های ازبکی را خرید. تخصص دیگر سمرقند نان مشهوری است که می تواند تا یک هفته تازه بماند. جاده ابریشم که از وسط سمرقند عبور می‌کرده، در طول قرن‌ها چین را به اروپا وصل می‌کرده است. این مسیر با آنکه در گذشته پر از خطرات و مشکلات بوده، اما امروز چشم‌اندازی امیدبخش برای روابط تجاری و فرهنگی را ارائه می‌کند. رویدادهای جهان را با دو خبر ادامه می‌دهیم. مخالفان ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بار دیگر به خیابان آمدند، اما این بار نه برای تظاهرات و تجمع اعتراضی، بلکه برای جشن و پایکوبی. این تجمع پس از آن برگزار شد که صبح جمعه اوربان در یک گفتگوی رادیویی از مواضع قبلی خود در مورد وضع مالیات بر اینترنت عقب نشینی کرد. تجمع کنندگان از آن به عنوان پیروزی یاد کردند. مخالفان طی روزهای گذشته 3 تجمع اعتراضی گسترده برگزار کردند که از زمان به قدرت رسیدن ویکتور اوربان بی سابقه بوده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین نظر مثبت خود در مورد ماندن آرسن یاتسنیوک در سمت نخست وزیری را اعلام کرد. حزب یاتسنیوک پیروز انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته بود. ائتلاف احزاب حامی پترو پروشنکو به احتمال زیاد اکثریت پارلمان آینده را در دست خواهند گرفت. این در حالی است که در شرق اوکراین جدایی طلبان روز یک شنبه به طور مستقل از کیف انتخابات برگزار خواهند کرد. در مرحله یک چهارم پایانی تنیس مسترز 1000 امتیازی برسی پاریس، نوواک جوکوویچ سید نخست جام اندی موری را از پیش رو برداشت. شماره یک تنیس مردان ست نخست را به سختی و بعد از سپری کردن 1:04 7/5 از آن خود کرد. تنیس باز به نام سرب اما در ست دوم بی‌نقص بود و 6-2 به برتری دست یافت تا در نیمه پایانی حریف نیشیکوری شود. میلوس راونیچ هم با راجر فدرر به میدان رفت. تنیس باز جوان کانادایی با سرویس های مرگبارش در 2 پیاپی و به حساب 7-6 و 7-5 تنیس باز سوئیسی را برای نخستین بار در 7 رویارویی گذشته وادار به قبول شکست کرد و حریف بردی شد.
سید هفتم جام با این پیروزی به نیمه پایانی راه یافت تا همچنان برای تصاحب دو مکان باقی مانده در لندن پیکار کند. خبرگزاری فرانسه: کاندیداهای کنگره آمریکا روز شنبه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای سه شنبه وارد آتشین ترین کارزار انتخاباتی شدند. دموکرات‌های اوباما تقلا می‌کنند که اکثریت کنگره به دست جمهوری‌خواهان نیفتد.